من حسن تفتیانم. شغلم اینه که میدوام. یک دونده. زیاد طول نکشید که یاد بگیرم برای زندگی کردن باید دوندگی رو خوب یاد بگیرم. درست توی همون سن و سال کم، توی همون سن و سالی که خیلی از همسن و سالای من توی 12 سالگی، خیلی از همسن و سالای من برای یک دور کمتر دویدن توی امتحان ورزش به هر دری می‌زدن، یا حتی برای یکم بیشتر استراحت کردن که بهونه پیدا می‌کردن، ولی من توی همون سالها داشتم با تمام توان می‌دویدم. بیشتر سخت بود تا کیلومترها دویدن. برای من درد نشستن و سکون از درد کیلومترها دویدن بیشتر بود. من حسن تفتیان انقدر به دویدن فکر کردم که رویاهای کودکیم دویدن و پرواز کردن بود. شنیدید میگن که بدو تا بهش برسی، ولی من واقعا توی دویدن رسیدم. من اینقدر دویدم که به قول شاعر میگه رویاهام بوی دشت پر از اسب میدن. من حسن تفتیان دویدن شغل و حرفه و هویت منه. خب اومدم اینجا که یک چیز رو بهتون بگم. میخواستم بگم که حتما براتون پیش اومده که تا حالا یک مسافت طولانی رو دویده باشید. درست توی اون لحظه ای که خیلی خسته میشید و نفس از نفستون نمیاد، یا اون لحظه ای که انقدر ضربان قلبتون زیاد میشه که حتی پشت پلکتون حسش میکنید، توی اون لحظه شده که ضربان قلبتون رو اندازه بگیرید، فکر میکنم 160 یا 170 یا 180 بار در دقیقه باشه. اما ما دونده ها دقیقا پشت خط استارت، زمانی که هنوز قدم از قدم بر نداشتیم و هیچ چیز شروع نشده، ضربان قلبمون میرسه به تعداد ضربان یک آدمی که دیگه نمیتونه یک قدم برداره، دیگه نمیتونه ادامه بده. اینجا یعنی هیچ چیز عادی نیست، یعنی ما شروع میکنیم توی نقطه پایان. پایان یک داستان معمولی برای ما دونده ها شروع یک ماجرای هیجان انگیزه که فقط باید با تمام سرعت بدویم. درست چند ثانیه قبل از خط استارت، زمانی که همه چیز آماده است برای مسابقه، گفتم چند ثانیه. ثانیه خیلی زمان زیادیه برای مایی که تمام زندگی روی صدم های ثانیه است. برای مایی که برای صدم ثانیه میدوییم، برای مایی که برای صدم ثانیه زندگی میکنیم و برای صدم ثانیه رقابت میکنیم. درست توی اون لحظه، توی اون لحظه ای که همه چیز شروع نشده و همه چیز آماده است که تو مسابقه بدی، تمام اون چند سال تمرینی که کردی، تمام اون چند سال زحمتی که کشیدی، همه اون کارهایی که کردی، بایدها و نبایدها، خوردنها و نخوردنها، همه اونها مثل یک فیلم کوتاه از جلوی چشمات رد میشه و اونجاست که میگی خودم رو باید حداقل به همه اینها، به همه این زحمات، به همه این چند سال ثابت کنم. حداقل باید خودم رو به خودم ثابت کنم. اونجاست که با تمام توان استارت میزنی و دیگه هیچ چیز جلو جارت نیست. ولی درست توی همون لحظه استارت فکر میکنی که اولین اشتباهت آخرین اشتباهته، چون توی صدم ثانیه هیچ اشتباهی جایز نیست. وقتی ما صحبتمون از صدم های ثانیه است، هیچ اشتباهی جایز نیست. فکر میکنی چند درصد مردم دنیا معیار زمان براشون صدم ثانیه باشه؟ یا فکر میکنی چند درصد مردم دنیا ثانیه ها براشون مهم باشه؟ و
برای ما دونده ها ثانیه ها خیلی مهمن، چون ما برای چند صدم ثانیه چندین سال زحمت میکشیم که همین صدم های ثانیه بخش بزرگی از گذشته و بخش بزرگی از آینده ما رو تشکیل میدن. اما درست توی یکی از همین روزهایی که داشتم مسابقه میدادم، تمرین میکردم، برگشتم عقبم رو نگاه کردم و دیدم چند سال دارم تمرین میکنم اما حتی یک صدم ثانیه هم رکوردم کمتر نشده. به خودم گفتم بس دیگه، حتی دیگه گفتم ادامه نده، ندو، بس، چقدر از صدم ثانیه، چقدر از ثانیه ها صحبت میکنی، شاید دیگه رسیدن تو دویدن نیست، شاید دیگه تکرار کردن برات خسته کننده شده. و اونجا بود که واقعا خسته شدم و به فکر این بودم که دیگه ادامه ندم. اما توی همون روزها یه اتفاقی افتاد که نه تنها من رو بلکه تمام مردم دنیا رو شوکه کرد. میگفتن یه ویروسی اومده از شرق آسیا و همه دنیا رو گرفته. دیگه مهم نبود کجای دنیا زندگی میکنید، مهم نبود توی ایران، آمریکا یا اروپا یا حتی یک جزیره ناشناخته توی آفریقا، اصلا پول مهم نبود دیگه، مهم نبود که شما چه کسی هستید. من، تک تک شما، حتی کریستیانو رونالدو، حتی ستاره هایی که ما فقط توی تلویزیون دیدیمشون یا حتی آدم هایی که ما اصلا از وجودشون توی این دنیا با خبر نیستیم، همه ما هر شب قبل از خواب فقط داشتیم به یک چیز فکر میکردیم. صبح که از خواب بیدار میشدیم داشتیم به یک چیز فکر میکردیم. ما یک دغدغه مشترک داشتیم، ما یک درد مشترک داشتیم، ما به یک کل واحد رسیده بودیم. ما توی دوران کرونا فهمیدیم که ما یک کل واحدیم و این موضوعی نبود که شما بتونید حوالش بدید به آینده. سوراخ شدن لایه اوزون نبود، آب شدن یخ‌ها نبود، یا حتی صحبت از زلزله توی یک شهر نبود که ما توی خونمون نشسته باشیم. این موضوع خیلی به ما نزدیک بود و دقیقا پشت در خونمون بود و ما اون رو هر روز حس می‌کردیم. و اونجا بود که فهمیدیم ما باید بیشتر حواسمون باشه به هدف کلی، به همدلی، به اتحاد و به یک کل واحد بودن. از خودم پرسیدم تو میتونی برای یک کل واحد بودن چیکار کنی؟ تو میتونی برای یک هدف کلی بودن چیکار کنی؟ من، حسن تفتیان، میتونم به جای همه کسانی که دویدن و تلاش کردنشون رو دیدم، به جای همه کسانی که پا به رهنه دویدن، به جای همه کسانی که با تمام توانشون دویدن ولی کم آوردن، به جای همه اونها بدوم. من اونجا بود که ضربان قلبم رو با ضربان قلبشون همراه کردم، قدم هامو با قدم هاشون همراه کردم و در واقع یک کل واحد رو تشکیل دادم. و از اونجا به بعد بود که ما با هم دویدیم. من دویدم توی هر مسابقه، توی هر صدم ثانیه و توی هر قدم، اما در واقع من ندویدم، ما بودیم که دویدیم. این رو به من یادآوری کرد که ما برای با هم بودن زنده ایم. من این رو یاد گرفتم که باید خیلی بیشتر حواسمون به هم دیگه باشه. کرونا در کنار همه بدی هایی که داشت، حداقل برای من یک خوبی داشت که به این نتیجه گیری رسیدم که باید خیلی بیشتر حواسمون به هم باشه. و من، حسن تفتیان، اگه یک چیزی رو خیلی خوب بلد باشم همین دویدنه. پس با تمام توانم به جای همه کسانی که دویدند اما نرسیدند، دویدند اما دیده نشدند، به جای همه دکترها و پرستارهایی که برای یک صدم ثانیه بیشتر زنده موندن هموطنشون تا پای جونشون دویدند، به جای همه پدرها و مادرهایی که دویدن هیچ وقت خستشون نکرد تو زندگی، به جای همه کسانی که توی خط مقدم بودند، دویدن، خط پایان رو رد کردن اما دیگه هیچ وقت برنگشتن،
ضربانم رو با ضربان قلبشون همراه کردم، به جای همه اونهایی که توی خط استار، توی مسیر یا حتی یک قدم مونده به خط پایان زمین خوردن و هیچ وقت خط پایان رو رد نکردن، به جای همه شون بدوم و خط پایان رو رد کنم.